بنده حسن گلچین هستم، مدیر آموزگار یکی از مدارس دولتی منطقه سردشت دسپول و همچنین مدرس دانشگاه. جایی که الان در واقع هستیم مکانی است برای آموزش به کودکان کار و دست فروش تبعه افغانستان و پاکستان. یک روز در یکی از خیابان‌های شهر دسپول با یکی از این بچه‌ها به نام آرش آشنا شدم. این آرش در واقع دست فروش بود و اهل کشور افغانستان بود. دیدم دفترشو باز کرده و در واقع یک سری خطوط رو داره ترسیم میکنه، رسم میکنه، اما بی هدف. خیلی تعجب کردم و در واقع رفتم نزدیک بهش، گفتم که پسرم اسمت چیه؟ گفت که اسمم آرشه. بهش گفتم اگه درس نمیخونی؟ گفت که نه. تصمیم گرفتم که با پدر و مادرشون صحبت کنم و اگر بشه یک مکانی، یک فضایی رو براش آماده کنم که هر روز برم پیشش و بهش آموزش بدم. پدر و مادرش راضی بودن از این قضیه و هر روز میرفتم کنار آرش مینشستم و در واقع بهش آموزش میدادم کنار خیابون. همین یک جرقه‌ای در ذهنم ایجاد شد که اگر امکان داشته باشه من آرش‌های دیگه‌ای هم اگر در شهرستان دسپول وجود دارند رو به نوعی شناساییشون کنم و بهشون آموزش بدم. عده‌ای از این بچه‌ها شناسایی شدن. الان متأسفانه مکانی رو که داریم مناسب برای آموزش نیست، چون ما نیاز داریم که به هر حال یک تخت سیاهی داشته باشیم یا وایت‌بوردی داشته باشیم، یک سری لوازم کمک آموزشی داشته باشیم، ولی متاسفانه اینا رو نداریم و 3-4 ماهی هست که من دارم با بچه‌ها کار میکنم. به هر حال تا جایی که در وسع و توانم بود از لحاظ جسمی، از لحاظ آموزشی، از لحاظ مالی مایحتاج اولیه بچه‌ها رو تأمین کردم. این جایی هم که الان هستیم در واقع متعلق به یک بنده خدایی که محبت کردن این جای کوچیک رو در اختیار ما قرار دادم که بتونیم به بچه‌ها آموزش بدیم. من معمولاً برای بچه‌ها هر روز بدون استثنا تو ماشینم جایزه دارم. میخوام الان چون از بچه‌ها واقعاً راضیم، خیلی بچه‌ها با اشتیاق کارشون رو انجام میدن، امروز براشون جایزه آوردم. پسرم جایزه تو بگی. این کولر آبی میتونم بگم هم پابلو، هم میز معلم، هم کتابخانه‌مون، هم جایی برای گذاشتن کتاب‌های بچه‌ها در واقع و همچنین گذاشتن کاربرگه‌ها برای بچه‌ها قرارش دادیم و همچنین گفتم که بچه‌ها هم از ورزش بی‌نصیب نشن، یک سری وسایل در حد حالا وسع و توانمون تهیه کردیم. علاوه بر آموزش فارسی و ریاضی و علوم و مطالعات اجتماعی، معمولا سعی میکنم قرآن، روحانی و همچنین در واقع نماز و وضو رو هم به بچه ها آموزش دادم. یه طرحی هست به نام طرح کرامت. تو طرح کرامت ما میخوایم به بچه ها روابط اجتماعی رو آموزش بدیم. مثل چی؟ مثل مشارکت رو. اینجا مدارا کردنه. آ اول، آ غیر اول. آ اول همیشه بصیر اول میاد، اما آ غیر اول خب یا وسط میاد یا آخر میاد، درسته؟ کلا دستای راست بالا، 1-2-3 آفرین آفرین. مریم میگه میخوام چی کاره بشم؟ یه بار دیگه دکتر بشه. امروز از بچه ها راضیه؟ رو نمیشه بشه دعواش در گوشت میگه. ای بچه امروز خرگوشه از همه شما راضی؟